برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌له نظر خود را در مورد پایمال کردن حقوق انسانها و محدود کردن آزادی‌های مشروع آنان اعلام فرمودند. معظم الله در پاسخ به این پرسش که آیا پایمال کردن حقوق انسانها و محدود کردن آزادی‌های مشروع آنان جایز است، پاسخ دادند: رعایت حقوق بشر به گونه‌ای که اسلام به آن دستور داده است لازم است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی با عنوان برابری در بی‌عدالتی، عربستان سرکوب مخالفان را گسترش می‌دهد منتشر و در آن تایید کرد دادگاه‌های سعودی مجازات‌های شدیدتری را نسبت به قبل برای شهروندانی که از خود انتقاد می‌کنند اعمال خواهند کرد. این روزنامه ضمن اشاره به دستگیری‌های گسترده چهره‌های عربستانی تایید کرد بی‌عدالتی در پادشاهی سعودی برای همه است و ریا سرکوب مخالفان را تشدید می‌کند. منابع الجزایری از دستگیری یک زن تروریست داعشی لبنانی فرانسوی که در تشکیلات این گروه به جاسوسی و خبرچینی پرداخته در فرودگاه هواری بومدیان الجزایر خبر داد. پایگاه خبری الجزایری النهار نوشت این زن که خورشید شاهی ناز نام دارد در سوریه در گروه‌های جهادی فعالیت می‌کرده و سپس به ترکیه فرار کرده و از آنجا به اروپا منتقل شد. کمیته نظارت پلیس شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا اولین غیر نظامی مسلمان آمریکایی را به عضویت گروه حسابرسی پلیس منصوب کرده است. این کمیته 9 نفره بر حقوق غیر نظامیان در تحقیقات پلیس از گروه‌های سیاسی و مذهبی نظارت می‌کنند. محمد فریدی اولین عضو غیر نظامی این کمیته در یک نشست خبری گفت به عنوان اولین نماینده مسلمان در این کمیته این نکته مهم برای من فراموش ناشدنی است. من می‌دانم که جامعه مسلمان و همه جوامع به من نگاه می‌کنند و می‌خواهند مطمئن شوند که پلیس نیویورک در برخی از مهمترین کارهایی که برای شهر و کشور ما انجام می‌دهد درست عمل می‌کند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 ریشتر بامداد امروز پنجشنبه 4 اسفند 1401 ساعت 5:37 صبح به وقت محلی بخش دورافتاده و کم جمعیت تاجیکستان را در نزدیکی استان سینکیانگ واقع در غرب چین لرزاند. در همین راستا مرکز لرزه‌نگاری چین قدرت این زلزله را که افزون بر مناطقی در این کشور در افغانستان، پاکستان، قرقیزستان نیز احساس شد 7.2 ریشتر اعلام نمود و عمق وقوع آن را 10 کیلومتر ارزیابی کرد. شهر مرغاب با 5000 نفر جمعیت یکی از نواحی ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان به شمار می رود.